هموطنان ناز گلم السلام علیکم، بازم روز شما بخیر، شب شما بخیر، در هر سر دنیا که هستین خوش و آرام و جور و صحتمند در کنار فامیلتان، در کنار خانواده های گلتان، در بین چوچه بچگک های همتون ناز و نفس یک جای باشین، همیشه خوش و خندان باشین. دوستای عزیز، امروز برنامه ما کابل تا پاریس با خانم صدیقه تمکین، کسی که بیشتر از 40 سال در سینمای افغانستان کار کرده و در شهر پاریس در فرانسه زندگی میکنه، خواستیم که برنامه ما را همراهشان ادامه بدیم و ناگفته های آمدن به پاریس شانه از زبان خودشان بشنویم. در این پارک منتظرشان هستیم، گفتن وعده دادن کمی جمع میاییم، امیدوار هستم که زودتر برسن، تا که اونا میاین ما هم از فضا یک ذره لذت میبریم، شما منتظر برنامه باشید. جان سپاس. خانم صدیقه سلام، خوش آمدین. سلام، خوش باشی. ما اولین بار از خانم صدیقه گفتیم، به خاطر از اینکه همیشه مادر میگم. برام جای تعجب بود، دادم خاطر من قسم جواب داد. زنده باشی، تشکر. بسیار دیر وقت آباد، بسیار با مشکل دگیر ما آمدی، چرا؟ خودت میفهمی که دنیای مسافری، دنیای غربت، سرگردانی خود داره. بله. اما خاطر بسیار با مشکل دگیر تو آمدم. حالا میاییم از این میگذاریم که زیاد مصاحبه خود دادی، لیکن همیشه در مصاحبه هم یک سوال بوده، یک سوال بوده که اتر شده که تو شده چند سال هستی، در کدام فیلم کار کردی، چند اولاد داری، ارسی کردی یا نه، اویش میمانیم یک طرف. سوال من این است که برای ما که تا جزیات بازه یک ذره بگو، اولین خاطره هنریت چی بود؟ اولین خاطره هنری ما برای خودم بسیار جالب است، چون در اولین خاطره هنری من نقش مرد بازی کرده بودم. نه؟ بله. شکر. زمانی که من صنف 8 مکتب بودم، همین مسئله خان بازی و این میگه پا دولت، خب میفهمید دولت های ما در مقطع زمان یک مشکلات خود دارد. بله بله. و خانه را باید سرکوب میکردن، در مکتب برای من نقش خانه دادن. و محترم روبوتی تئاتریست ما دایرکت میکرد، وقتی که من دید گفت نقش خانه بازی کن، یک شکم کلان. و رفتم روی استیج، کالای مردانه نداشتم، جالبشی است کالای مردانه نداشتم، مادرم گفتم یک کالای مردانه برام پیدا کن. مادرم همسایه ما را که در پالی ماست گفته که یک کالای مردانه بده کار دارم، نگفت که چیگه بده. وقتی کالای مردانه را من گرفتم رفتم کار کردم، پس آمدم کالا را برای مادرم دادم، مادرم برد برش داد. چند وقت بعد خانم در سر با مادرم گفت قربانی چم، گفت کالا را که بردی چرا در اون لاشتک انداخته بودی؟ گفت بچه ام برای من میگه کی لاشتک انداخته؟ والا جالب است خدا. خیر، به هر صورت جان سپاس، واقعا اولین خاطرت خیلی جالب است. ای که در جریان زندگی هنری چی خاطرهای دیگه داشتیم بدن هم میپرسیم. خانم تمکین کجا چی وقت دقیقا خواستی که دیگه توقف بدی به کار هنری؟ زمانی که عروسی کردم و از 4 طرف شنیدم که نباید تمثیل بکنم، بخصوص تمثیل تصویری، در رادیو هم کاری داشتم. اما زمان یک خاطر بسیار بد زندگی ایم است که با وجودی که نمیخواستم توقف دادم. از اون خاطره که نمیگن برای ما، خیره او رازت پیش خودت باشه. به هر صورت صدیقه تمکین بهترین دوره هنریش برای خودش کدام است؟ بهترین دوره هنری ما دو دوره است. یکی دوره اولی که ما به تلویزیون ملی آمدم و بر اولین بار کمره را دیدم، بر اولین بار صدای اکشن شنیدم، برام جالب بود اکشن از انجینیر صاحب لطیف، اولین فیلم تلویزیونی. و شاید بسیاری کسا اولین بار کمره را دیدن. بله بله، چیز واضح و او برام بسیار جالب بود. و دوره دوم دوره ای که
ما بعد از یک سکوت و رکوتی که در زندگی و نریم آمده بود بار دوم ما برای یک اثبات سواد آموزی کار کردم. خاطر بسیار جالب بود و اتفاقا یک دانه تلویزیون بود، تلویزیون ملی و نام خدا و صد دانه تلویزیون جور نشده بود تا وقت و این اثبات سواد آموزی به تمام افغانستان، تمام شهر کابل نشده میشد و در هر گوشه و کنار مردم میدید اثبات تا دیدم. این بهترین خاطره زندگی من، یعنی دوره دوم قسم آغاز کردم که در اولین اثبات تقریبا تمام مردم کابل تانست نرمشند. مادر عزیزی که برنامه ما برنامه کابل تا پاریس هست، سوال ما دقیقا همی است. وقتی که به فرانسه آمدی، امیدوار هستم سوال ما را درک کنی. وقتی که به فرانسه آمدی چی را پشت سر گذاشتندی؟ چی را پشت سر گذاشتندم؟ در قدم اول اگر بگویم همه چیز هست، وطن همه چیز هست و مسلک من، خانواده من که یک عمر امرایشان بودم و تمام آرزوهایی که داشتم که میتونم بگویم که امیدشان ندارم که در پاریس و آرزوهای خود برآورده بکنم. همه چیزش گذاشتم. خب دقیقاً این کل ما شما این چیزا را خوشی های خدا، محبت های خدا، فامیل خدا همه گیره پشت سر گذاشتاندیم. بله تصورت، تصور خودت از اروپا بگویم یا از پاریس، تصورت از پاریس شهر رویاها، شهر ملکه ها، شهر زیبایی ها، عروس شهرها، حتی در کابل بسیاری هتلای ما، آرایشگاه ها، اینا همه گیش به نام پاریس بود. شام پاریس کلگی چرت میزد که پاریس چی رقم یک جای است که این نامش مکمل در افغانستان تیت شده. تصورت از پاریس تا ای که فعلا آمدی داخلش زندگی میکنی چقدر فرق داره؟ مسعود جان من وقتی که پاریس آمدم، خب پاریس دیدم اون زمان که من به پاریس آمدم، من پاریس میدیدم ولی هیچ اس خوبی نداشتم. اصلا زیبایی رو هیچ نمیدیدم. یک وقتی که متوجه شدم که من یک بسیار علاقمند بودم که پاریس بیایم، در یک محفل عرسی یکی از خشاهای ما دیپلمات بود به پاریس، خط خانم شاه از پاریس آمده بود در عروسی و یه زن بسیار مقبول بود از پاریس، بسیار تعریف میکرد، میگفت که صبح که بخیزی سرکاش عطر پاش میدن، بسیار گل است، بسیار زیباست. و من یک مدت بسیار طولانی مادرم محکم گرفته بودم که مرا پاریس ببر، صدای دول از دور خوشت، مرا پاریس ببر. زمانی که مادرم آخر دست که ناراحت شد، یک روز برای من یک تکر آورد، گفت بچه منی شام پاریس است، تکه شام پاریسی رو بر پیران جور میکنم، باید یک پیران آستین دراز جور کرد که با دمو قناعت کردم. یک دفعه به خود آمدم که این خود قضیبایی هایی که قصه میکردن که من بیقی در رویه های طفلیتم بود، خب او چیزی که ما تصور کرده بودیم، ولی با آنم پاریس جای بسیار زیباست، پاریس جای بسیار مقبول است و ای که ما نمیتونیم اون زیبایی ها را اس بکنیم، درک کنیم، اس کنیم، گپ دیگه است، این درد دیگه است که در درون ماست، او را نه این مردم میفهمه نه میتونه درک کنن. واقعا خیر، به هر صورت یک کمکم ببرم در خاطرات تلخ اگر اجازه باشه. آخرین شب کابله برام بگو و خبر ورود طالبا در کابل چی وقت دقیقا کجا بودی که بر در گوشت رسید و چی همون لحظه حالت که برای دست داده بود چی بود؟ اتفاقا صبح از خانه برامدم، من یک چینل به نام خالد اسکه کار میکردم و ما یک دیگ بسیار کلان را آماده کرده بودیم برای مهاجرینی که از ولایت قندوز به سرای شمالی آمده بودن. ما رفتم اتا در قسمت پختن دیگ امرای زنا همکاری کردم، تمام چیزها را آماده ساختم. ساعت ده بجه روز بود که برای ما گفتن که برای هر کدامتون زودتر خانه برسانیم خدا که آمدن. خب ما برآمدم، دیدم که تمام سرکار مردم گرفته، موترهای استاده است. چیزی که توجه من را جلب کرد که تمام نوازنده ها و کسایی که
دفترای موسیقی داشتن، موترایشان پر از لوازم موسیقی بود. اما اونجا من بسیار دیگه یک ضربی محکم خوردم که هنر امیال در حالت فرار است. یک فرارش او جدیدم به هر حالت تا خانه پیاده رفتم تا مکرایان کنه. حالت ما فوق‌العاده دگرگون شده بود، ولی با هم به خداوند امید داشتم میگفتم شاید یک گپ نباشه. برای صبح دیگه صبحشون به کار رفتم. برای روزی که در داخل میدان هوایی آمدم با تمام مردم گفتم چرا میرین؟ برای چی میرین؟ شما امید ندارین که دیگه؟ هر کدام میگفت نه. هر نه از اونا در قلب من میخورد. و تا ای که خودم آزم میدان شدم، او سه چهار روز داره که در میدان تیر کردم، بدترین خاطره زندگی ماست. او سه چهار روز داره که اینه که من به زامت و من به تکلیف بودم. ما وقت طفلا را در میدان میدیدم، جوانا را در میدان میدیدم. ما وقت هر کدام از سراسیمه میدیدم که میخواستن از داغوش مادرشان برن. میخواستن که از جایی که از زادگاهشان که اوجه به دنیا آمدن از جا برن. تلاش دارن زر چیزیوتر برن. تراژدی قرن، بچه که در بال تیاره خدا انداخته بود و هر کدامشان حتی معلوم نشد که در کدام منطقه اونا بودیشان. واقعا فوق العاده بر من دردناک است. بدترین خاطره زندگیم خاطره داخل میدان هوایی است. هیچ کس نمیگفت که من میمانم. هر کس تلاش داشت که من ببرایم. من اسم میکردم که مردم ما سراسیمه شده، ولی من معذرت میخوایم ناراحتتون ساختم دیگه. خواهش میکنم. فکر میکنم مردم ما سراسیمه شده، شاید دیگه وز دوام پیدا نکنه، ولی حاله ای گپ دومه که در میدان هوایی به خاطر ترکیه و جوانای نازنین و مردم ما میخواین خود نجات بدن. واقعا مایوس کننده است. ما به هیچ زبان و به هیچ عنوانی گفته نمیتونیم که در افغانستان آرامی و آسایش انسان ها فعلا وجود داره. بله. ولی نمیتونیم گفته که بگیم که افغانستان مردم آرام است. نیست. از هیچ نگاه. فرهنگ نیست. درس نیست. تعلیم نیست. خوشی نیست. و این خود از این یک ضربه شدید هست بر روان جوانا، محسنا، هر کس که در افغانستان زندگی میکنه. مادر، ما بازم معذرت میخواییم به خاطر عشقتان. خواهی چیز واضح است که یاد از وطن شوه و یاد از وطندار شوه و عشق آدم نبیایه و وام دهیت یک حالت باشه. آیا از خودت، من نمیدانم که ایره ترجیح میدی که بگویی در برنامه یا نه، آیا از فامیل کس مونده مثلا؟ اما افغانستان فامیل ماست. مونده فامیل ماست. دیگه ماندن از ما. هر کسی که در افغانستان است بر ما قابل قدر است و از دردش درد میکشم، در خوشیش خوش میبشم. اما یک چیز واضح است که رشته رشته است. بله. و بازو رشته هایی که در اونجا امکانات زندگیشان مناسب نباشن، اینجا اگر خودت بخوری نان بخوری و نان در جانت نمیشینه، اگر بگردی چرا از پاریس لذت نمیبرم؟ نه طبعا نه. پاریس زبا بسیار زیباست. همین جایی که ما شما همین لحظه آمدیم، همین جایی بسیار مقبول است. اما من نمیفهم، شاید اون آلمانده آمدتون عاطفی باشن. هر زمانی که یک جای بسیار خوب و خوش را میخوایم خوش باشم، یا برادر نیستیم، یا خواهر، یا یک هموطن، اما لحظه ایش یادم میاد که ناراحت است. طبعا ایک سوازی است. صدیقی تمکین با این سن و سال یا با این قدر تجارب کاری، قدر شناخته که در داخل افغانستان، در خصوصا پایتخت در کابل داشت، امو شب یا امو روز چیگونه داخل میدان هوایی شد؟ یعنی به کدام نوعی تانستی خدا برسولی؟ اول خب من سجا نمیبرد بگم که تقریبا یک دو ماه پیش یا یک ماه پیش بود یک تلفون آمد. یکی از دوستای ما گفتن اگر امی شرایط به می قسمی که شما نمیخواین شوه، آیا شما حاضر هستن که فرانسه ها بین؟ ما گفتم اگر فرانسه ها بخواید. اتفاقا فرانسه هنرمنداره، میتونه بخواید. چند سوال از من کرد و ایره من باور نداشتم.
بعضی اسناد هم خواستم آمدیم. خوب کردین. واقعا صحبت های چیرین است. ما سوال های میاد میرم ایشین آمد میشونی نمیرم بر صورت مادر از چی چیز فرانسه طال یکم به اصطلاح آن بگویم منفی گرایی خود کردیم مثبت گرایی کنیم از چی چیز فرانسه خصوصا تو چون فکر میکنم یک دفعه جرمنی هم رفتی اما ما چون زندگی تو اینجا هست فعلا از چی چیز فرانسه خوشت آمد زیاد یک چیزی که از فرانسه بسیار خوشم آمده و مرا احسانمند دولت فرانسه ساخته امو است که فرانسوی ها هنرمند های ما را از آلت رقتبار افغانستان نجات دادن که دو لست نام ما بودن فرانسه کشور دوم ما است بله احسشان احساسشان خوشم آمده و گپ دیگه ای که ما از روز که در فرانسه آمدیم دچار هیچ مشکلاتی نشدیم از چیزی که در زندگی نیاز داشتیم اما قسمی که برای همه مهاجرین لازم دیدن برای ما هم لازم بله. دیدن و رفتار خوب کردن امی ببخشین یک چیز فکرتان باشه ما هم زمانی که قبولی ما گرفتم برای ما یک گپ خوب گفت گفت فکرت باشه به هیچ عنوان در ذهنت در ذهن اولادت به هیچ عنوانی گپ نپرتی که شما مهاجر هستین حالی بله. که تو قبولی داری بله. تو به مثل خود فرد فرانسه مثل خود کسی که در فرانسه از سابق از تولد شده از زندگی میکنه تو حق و حقوق داری همین گپ بسیار خوبی است که در فرانسه برای ما اگرچه زبانشون رو نفهمیم اما حس بیگانگی ندادن بله حس بیگانگی ندارن صدیقه تمکین هنرپیشه موفق چیره دست و سابقه دار افغانستان ما چند وقت پیش کتی تان یک جایی بودم چی حس داری یا چی حس برای دست داد وقتی که دوباره به سینما آغاز کردی اینجا چون ما خود تا بالا دو فیلم در فرانسه بازی کردیم ما خوی وقتی که امو یک بار دستم از کار گرفته شد یعنی من خودم نخواستم و زمانی که بار دوم به کار سینمایی شروع کردم علاقمند بودم هستم و عاشق کار خود هستم وقتی در فرانسه آمدم فوق العاده ناامید شدم گفتم شاید من دیگه نتونم اینجا کار کنم راستی چند وقت بیخی در انزوا رفتم روانی واره ولی زمانی که به فرانسه من دیدم که پشت کامره هستم دوستهای من هستن و نقش بازی میکنم واقعا بسیار حس جالب داشتم بسیار خوش بودم از خداوند راضی هستم هر آرزویی که در دلم داشتیم برآورده شده بسیار خوب مادر نازنین یک تفاوت مثبت یک تفاوت منفی از زندگی کابل و پاریس برام بگو در افغانستان هیچ درد و هیچ مشکلات و هیچ رنجی که بوده برابر یک شب تنهایی و یک روز بی کسی کابل پاریس مرا درد نداده از نظر خود بهترین جواب از دیگه هیچ نیاز نیست که ما دیگه ادامه بتیم بسیار مقبول صدیقه تمکین اگر در فرانسه، در پاریس به دنیا می آمد در پاریس تحصیل میکرد، سینما میرفت و در سینما پیشرفت میکرد شهرتی که فعلا در افغانستان داره در پاریس به دست می آورد فعلا چی حس داشت؟ والا من فکر میکنم اون محبت صادقانه و مخلصانه و که یک نفر در روی سرک استاد میکنم میگه حالا قربان چم یک دانه چاکلیت تو را من در فیلم دیدم فیلم هم نمیفهمه فیلم چی است اما یک دفعه که میگفتی که تو اونم دیالوگ یاد میکنه من فکر میکنم در دنیای خشک اروپا اون محبت نمیدیدم ولی آرزو اگر اینجا تحصیل میکردم شاید برم سر تولد اونجا میشیدی تحصیل اینجا میکردی چون همو دامن وطن باید تولد شد آدم واقعا خانم تمکین اگر زندگی یک چانس دیگه برات بده که خداوند عمرت دراز داشته باشه سالهای سال که ما دعاگوی ما هستی اگر یک چانس دیگه هم برات بده از کجا
از چند سالگی میخوای باز آغازش کنی؟ این چانس خواستم هیچ اتفاق نمیفته. گیریم یک تخیلی. از کدام سن سال میخوای پس آغازش کنی و چی خرابی را میخوای پس جور کنی؟ اون از دیگه گپا کلش دجاج باشه، از فامیل اولاد یا مو باشه دجاج. من تا اونمو سن 14 سالگی که در سینما آمده بودم اونمو را پس شروع میکردم. دیگه تا بال دوام میدادم اونمو سالا را این وقتی میدون طرف من داخت. بشک، بسیار مقبول. خب، صدیقه تمکین، صدیقه تمکین و هنرپیشه نمی بود. چی می بود؟ و چی کار میکرد؟ در کجا میبود؟ مادر ما نرس قابله بود. بر ما بسیار است داد که مسلک بسیار خوبی است، ولی هیچ وقت برش علاقمندی پیدا نکردم. ما تا جایی که میبینم در هیچ مسلک، شاید خانم خانه در کنج خانه میبودم دیگه، همه تو یک بود. راست میگم، همه تو یک چیز دیگه. خیر، به هر صورت من اینجا یک چیز پیش من هست، اما باش من اول پتش کنم صادقانه برم جواب بدی. اگر نامم نگرفتی خیر، اما صادقانه جواب بدی که کدام انسانها را باید، اگر نام نگرفتی اما انسانهایش را برم بگو. این آینک هست، خیلی جالب یک آینک هست، این را شما بگیرین. این آینک نپوشی که من را نبینی. این آینک ذات انسان ها را نشان میده که بخوای بپوشی با چشم بسته و چشمت را کمی باز کنی، کدام انسان ها را میخوای اولین بار پیش چشمت ببینی؟ کمی ذاتش را باید بفهمی. نه حال نه که من را نبینی، همون ذات تو نباشی، همون ذات میگه تو نباشی. خب برو سر کامرامان امتحانش کن. نه سر کامرامان امتحانش نمیکنم. یعنی هدفم بود. نمیپوشم چرا که این معجزه امکان نداره، ولی این سوالت بسیار سوال خوبی است. اگه قرار باشه که یک آینه که پیدا شه که ما ذات بد یا خوب بد انسان بشناسیم. خب دیگه چیز نمیگم. خیر از چون انسان را خب ما مزارا مشکلات داریم. دقیقا انسان خالی از اشتباه. خالی از اشتباه نیست. ولی من میخوام ذات دروغگوی را زود کده بشناسم، زود کده را بچه. خیلی بپش کامرامان ما ببین. دیدیش؟ پس بکنه بسیار وضعیت خراب. نه دروغگوی نبود. نه بود دیگه. دیگه چی باش خیلی دروغگوی نبود. میلاد جان بازوی مزده دیگه نمیتونیم که او کته بازو باید مالم اگه آن شوخی داشته باشه. جهان سپاس مادر نازنین، واقعا در این سنگ یخ نقدر شیشتیم، تحمل رو ما کردی و لذت بردیم از اینکه صحبت هایت شنیدیم و بیننده های نازنین، امیدوار هستم که برنامه ما براتون خسته کن نبوده باشه و چیزهای جالب زندگی خانم تمکینه که تا با حال نشنیده بودیم، در هیچ جای یاد نکرده بود برای ما قصه کرده. یک لحظه دوستان خندام میتیم، یک خاطره از فیلم میگی، از سریال میگی که برای ما خودت بوده باشه، یک جایی یا تنها بودی، مقصد چیز جالب باشه. خاطری جالب من خودم یک خاطری بود که اتفاقا خودت هم در سریال نقش داشتی و دورانایی بود که من بر اولین یعنی سالای اول سریال پلوشه، سریال پلوشه اولین سریال بود فکر میکنم که با کمک هندستان ساخته شد و در ضمنش اولین سالایی بود که من دوباره وارد کار تمثیل شده بودم. اون اون وقت بود که گفتی پس اومدیم. پس اومدیم دیگه این ما دیگه از ترس خانواده ام زبیر فرخند یادش بخیر سلام برش برسد در جای که هست. فرخند صاحب در هندستان هستن، سلام مرام پذیرا شود. فرخند صاحب گفتم فرخند صاحب گفت بیا کار کده این سریال. گفتم که فرخند صاحب خانه چیز نگوی، حالا ما را ماندن در رادیو یگان پارچال فیلم سریال چطور بیا. گفت سریال خوب است. من گفتم خیلی فرخند صاحب، رفتم بسیار گوشه خبچاب. گفتم فرخند صاحب اوش کو که دمی نقش من یک نقش بده که شوهر نداشته باشه. گفت خب ای زمان تیر شده رفت. بالاخره فرغان به من زنگ زد که نقشی تو رسید دیگه، تو دی نمی تاریخ دی جستا چو بیا ما میایم پشت. چند بجه دقیقا صبح؟ خود ساعت 6 بجه من استاشتم، اول اینا ساعت 11 بجه نامدم برای زنگ زدم گفتم فرغان سه بس 6 تا 6 7 8 9 10 11 6 ساعت در روی سرک استا چو فرغان سه گوی ببخشی گفت بیخی فراموشم شده ما که برای زنگ بزنیم کار ما معطل شده بود. پس همونجا باش میاییم پشت خوی رو رفتیم به این فرغان سیم دیالوگ من، فرغان سیم نقش من و بالاخره دیگه بر نفر آمدن یک نقش به من دادن.
اول میبینیم که دو شوهر داره. از یک کده دو خوب است. گفتم فرغان سای بی گفا گفت یک شوهر دیدم و داستان گم شده بوده ایره برای ورش دادن وام پیدا شده. آل وام پس آمد. همزمان این خانم دو شوهر خود در سنه میبینه. گفتم فرغان سای بلیاز خدا ما گفتم یک شوهر دو تا دادی گفت اگه زیاد گفت زدی سوی مشتم یارم. سیدا خوشی بشه دلت دیگه. یک ذره نصیحتم کرد که اون ارت پیشگی کارا را داره خیر از گفت. گفت تو مبارزه کردی؟ مبارزه که گفت این نقش تا کار کن و واقعا وقتی من نقش ما در سریال پروش بازی کردم امو اولین روزی بود امو کارمندای کارکنای اند برای فرغان گفت بهترین کرکتر انتخاب کردی بشکالا دیگه اینه می خاطر جالب بسیار خوب جای بد نیست که یاد کنم و افتخار ما هست با پدرم یک خاطری از پدرم فنایی صاحب خداوند جنت ها را جایش کنه ما برکت فنایی صاحب خانه شاهد بودی که تقریبا دو سال متواتر در ولایات می رفتیم به خاطر یک نمایش دیگه خاطر جالبی بود که ما کل ما در موتر تونس ششته بودیم فنایی صاحب نوران در پیش نشانده بود چشمای فنایی صاحب چی بود بین گفت ضعیف شده بود گفت نوران هر جایی که جمپ آمد گفت بر من بگو این نوران نمیارد که فنایی صاحب جمپ خواهی چی شد یک جای یاد نوران رفت در قسمان یک دفعه موتر تکان خورد یک دفعه گفت که چرا جمپ نمیگی؟ نوران گفت از جمپ چند میتی فنایی صاحب؟ از جمپ چند میتی؟ خانم تمکین برای شما زیاد نه یک چهار عکس نشان میتونم اگر روز شوه که تو مستقیم در دادم چشمت بیایه ببینیش چی گفتنی برش داری؟ همون را فکر کو که همیال در پیش میتست ما این اکس ها را بیارم اکس هایی را که من خوش ندارم نشان نده بر روزی ما هیچ گفتنی ندارم نه زودم هایی ما به خاطر نامش نمیگیرم که اگر نامش بگیرم باز غال مغالت مبرای سر ما اکس اول بلا دیگه ما برازی دیگه او تو گفتنی نیست که از او کده ندارم هیچ گفتنی ندارم برازی فقط برازی یک سکوت سوگواریش باشین که ما عکس دیگر هم براتان بیارم خب عکس بعدی ما میره چون موبایل از من نیست پاسورد داره در عکس که میدرایی چل تا پاسورد میخواید خود اگه یک شخصیت خوبی هنری ما هست که اما دوستش دارم البته چیزی که گفتم در مقابلش میبینیش چی میخوایی بگوی برش اون رو بگوی ما اگه ببینم در مقابلش بگیم دریا سب والا چی بگویم دیگه سال هاست که دریا از ملک رفته اما چی کنه میتونه که بگویم بگیم افغانستان یک کار کول خیر افغانستان رفته نه چیز نمیشه دقیقا عکس بعدی خب خداوند مغفرت کنش جنت ها جایش باشه یک شخصیت بیمانند یک شخصیت تکرار ناشدنی یک شخصیت فعال یک ویژگی خاصه که فنایی عزیز داشت ما یکان دفعه خودش رو میگفت شاید که اگه من را در تابوت رو بانن یک دفعه من دست ما بالا کنم محسود بچه می روی جبان این روی جبان هم تو میگفت کار رو با هیچ وقت مستنی باور کنین زمانی که فنایی صاحب دفتن فوت شد در کرونا یعنی ما باور نمیکنم که فنایی فوت شده به دلیل از این که با اونمو سن سال آنقدر آدم اکتیفی که نیک پدر تو است من به خاطر توی گفت بزنم یک آدم اکتیف و یک هنرمندی از دل جان هنرمند و ما فکر میکنم که برابر فنایی کسی پروژه ها را کار نکرده برابر فنایی کسی نتانسته در ولایات بره یکی از ویژگی خاص شی بود که در نقطه ولایات افغانستان که اولش من تقریبا دو سالم رایش بودم در جای ما نمایش دادیم که ما نمایش خودتان بودی و که نمایش دادیم یعنی زمانی که نمایش خلاص شده فقط جانای خودت موتر انداختیم برای اینکه از اون طرف نفر آمده از اون صدا جنجال بینیم فکر کن این کار کس نمیکنه این حال ما نه تنها خودم ما برای تمام هنرمندای افغانستان این گفتنی را دارم که فنایی حشمت فنایی
اسدالله تاجزه یا امثال از قادر فراخ یا دوستا که فعلا نامش بیادم این کسایی که از دنیا رفتن افتخارات ما هستن. خدا من رویشان شاد داشته باشه و اینا مکتبایی بودن برای ما و ما باید پیرو و مکتبشان باشیم و احترام بگذاریم به خاک و گلشان. آخری عکسه که نشان می ریکارد خواست نه؟ آخری عکسه که برات نشان میتم کی هست؟ و اگر نمی مدد پیش روی تینما تو بیایا یا خودت بری پیشش چی میگی برش؟ میرم ایت نمیشنازم جالب از ازم خاطر بخواهیم نشانت بدم که ایره کت نمی کنم این سنیشه که گفتی نمیشنازم نه میره ایت نمیشنازم میره نمیشنازم یه خارجیست ایمانوال مکرون رئیس جمهور فرانسه خوخه ببخشنده رئیس جمهور سایی بگه ببخشنده رئیس جمهور سایی ببخشن فیلن رئیس جمهور رئیس جمهور تا رئیس جمهور است فیلن رئیس جمهور استی بر ما ولی ایره اگه ببینم میگم آفرین خیلی ببینی که پاریس و افغانش فرانسه قدر زیبا هست آفرین که اینجا قانون هست آفرین اینجا کس تخطی کده نمیتونه ای گفار براش میذارم بخاطر از این کسایی که کار نکده اونا بفهمن که اگر رئیس جمهورم باشی کار خوب کنی تقدیر میشی اگر کار خراب کنی اگر پشت گفتن نتونی در پشتر توین پکنی بله بله چنانچه اگر هموطن ما دو میزنش ویدیویش گرفته و بیچاره خدا که افتر از اون بچه چی حالت آمده بخاطر از این که رسیده بود برای خودش در وقت کمپاینش یک جوان ما کاکه ما افغان ما ویدیو میگیره دو میزنه برش واقعا به مادر و به خواهر مستقیم دو میزنه دستش هم میگیره و بیچاره نمیفهمه ایره دو میزنه مردم چهره خدا ما آورده بود مردم ایره در حد پبلیسیتی شد قدر ای پبلیک شد کل مردم دید ایره که به خودش رسید رسیده بود ترجمان خواسته و پرسان کرده البته ایره ما چون ندیدیم نفر به زبان دیگه کس میگم نقل قول است که گفت خواسته نشه گفت پیدا کنین این بچه را در کدام ساحه است پیدایش کنین بیارینش که کتش گپ بزنیم که نالسراش از چی شد نمیفهمیم چرا ما مردم از توهین هیچ وقت دست نمیکشیم نه توهین کردن کار درست آخرین نفر که نیافتیم داینه استاد میشیم خود دو میزنیم اتفاقا باز یکی از خصلت هایی که مدارم بسیار کوشش میکنم کس را توهین نکنم چون همه طور که دوست ندارم کسی مرا توهین کنه همه طور سخن رکیک و توهین کننده را خودم شاید مرا بشناسی تقریبا زیر دست ما کلان شدی دوستای عزیز چنانچه در چند برنامه دیگه یاد کردم خانم تمکین یا مادر به خاطر مادر برش میگم که ما که تولد شدیم اینا برای من یک دانه جاکت بافته بودن و مرا در بغل خود گرفتن وقتی که مادرم وظیفه رفته بوده یا در وظیفه می بودن اینا از من نگهداری میکردن مادرم گاهی وقت خودش میگفت بیا پیش من بانش تو برو کار تکو دیگه ما در بغلشان کلان شدیم اینجا دروغ نیست و دقیقا که قابل احترام هستن به عنوان آخرین سوال که برنامه را دیگه خاتمه میتیم که زیاد طولانی نشه شاید ما چون خبر داری یا نداری دین روز بدبختانه که اعلان کردن که تا هفته بعدی چیزی که هنرمندا هست همگی میریم پس کابل خبر نداری فکر بکنم نه. اگر ایگه دقیق شوه اولین جای اولین شخص و اولین کاری که میکنی چی است کی است و در کجا میری یعنی اگر کل هنرمندا کابل برن؟ همین شخصن خودت هفته بعدی میری کابل میری کابل اولین کار، اولین جای، اولین شخص که میخوای ببینی کی هست و کجا هست و چی کار را میخوایی بکنی؟ خوبی که اگر من تر یک اتفاق بفته که اول امکان نداره که بفته چرا که من تا جایی که میشنم و نره بیخزم زیر زمین افغانستان کشیدم سنگ رک زدم خب طبعا اونر که بود اونرمندش خب یک آدم منفور از دوجه خب طبعا او خب بی از او همین گپا هست اول خب من برم اولین کسی را که ببینم دوستایم هستن فامیل خانواده دیگه ای که اعتباری را نمی کنم که باز من اونجا مسلک داشتم دوتای دیگه شما اولین جایی که میرید کجاست؟ این اندمی کابل رسیدی اولین جایی که همتون شتاب زده میخوای بری اول ببینی یعنی میگی من اونجا زیاد خاطره دارم ازش من باید برم ببینم رادیو تلویزیون نیست
والا رادیو تلویزیون قدمی آخر ازش تقاعد کرده بودم ولی اگه قرار باشه که من کابل برم خب بعد از اینکه خانواده برم اما تو بعد از خانواده گشته از رادیو تلویزیون شروع تا افغان فیلم تا تئاتر و خلاصه تا دفترهای شخصی یک امروز میگردم بخیر بخیر با امید روزی که بتانیم البته به صلح در اونجا پس برگردیم خب یا خدا مهربان است گرچه که امید نداریم اما با آنم خداوند رحم خدا کنه که در افغانستان یک آرامی شد و مردم از هنر کرده امروز به نان و به ضرورت های اولی زندگی ضرورت دارد امروز او چیز در او جنیست هنر خوب برسودد یک آرامی باشه و آرایش آسایش باشه خب یک چیز واقعیت است که هر کس وطن خدا دوزاره اول ما خودت میریم اونجا اونجا کار ما هست زندگی ما هست و در ضمن ازی جاییست که اونجا به دنیا آمدیم دقیقا ما در تیک تاک یک ویدیو را دیدم بسیار جالب بود گفت که یک بچه یک جوان پرسان میکنه مصاحبه میکنه که تیش میگه که در ترکیه زلزله شد اینقدر نفر کشته شد افغانان در شامل بود خود چی گفته میداری بعد از وا گفت لالا او در زلزله مرد ما به زلزله مردیم واقعا گفت ما به زلزله بدون از یک زمین ما شور بخورم ما مردیم مسعود جان اتو چیز اتو گپای در افغانستان است که او به تصویر کشیده نمیشه بله اتو دردای در افغانستان است که این تیک تاک یا از تصویر کشیدنش عاجز هستن چون دوج ندارن صلاحیت بله مشکلات نه تنها اقتصادی نه تنها مشکلات که هنر و هنرمند نیست فضای همیار میبینی رادیو نیست تلویزیون نیست مکتب نیست هیچ چیز نیست امی خود مشکلات اقتصادی و بعضی گپای دیگه است که آدم نمیتونه او را یاد کنه بعضی چیزهای هست بعضی زورگویایی هست بعضی گپایی هست که خب اگر نشر نمیشه خب ما بالاخره اون از اون وطن هستیم دقیقا خب دوست عزیزی بود برنامه کابل تا پاریس با خانم صدیقه تمکین امیدوار هستم که از برنامه ما لذت برده باشین و خوشتان آمده باشه و ناگفته های خانم تمکین شنیده باشین و بیشتر درکش کرده باشین به عنوان پیام یا به عنوان خواست دل ما هیچ وقت نمیگم آخرین بسیاری ها میگن آخرین اما غلط است به عنوان خواست دل و یک صحبت چی میگن صحبت الکترونیکی یا رسانه‌ای با هموطنای داشته باش که به خیر باید برنامه را تمام کنم خب اولی خود ما افکدم شروع مره چی اجازه ندیدی که با طرف سلام بتم من اول سلام میتم سلام دوست عزیز و میتوار هستم هر کدامتان که در هر گوشه کره خاکی هستین جور ساعت سلامت باشین و حال براتون میگم که دوست عزیز نازنین امیدوار هستم که برنامه ما خوشتان آمده باشه امیدوار هستم که ما شما مرا دیدین یک روز برسه که من همه شما ها را ببینم و از مسعود جانم تشکر میکنم سوالات بسیار خوب داشتن دیگه گفتنی ندارم گفتنی نمی من امی است که تمام مردم افغانستان با تمام مردم روی دنیا همیشه خداوند آرام و آسوده داشته باشیشان و همیشه خداوند در زندگی و تمام آرزوهایشان برسانیشان و از خیرات شما ها ما بیچاره آرام که دور از وطن هستیم جان سپاس تشکر بازم دوستای عزیز در فرانسه هنرپیشه هایی که هستن تمام کسایی که آمدن تازه کوشش میکنیم پیدایشان کنیم وقت خدا به ما بتن که ما بتانیم همراهشان برنامه کابل تا پاریس ثبت کنیم این برنامه دوم بود دعا کنین بخیر که برنامه بیشتری داشته باشیم تا برنامه بعدی خدا یار و مددگارتان هر کجایی که هستین لبخند بلب داشته باشین زنده باد افغانستان